کاش اینجا سازی بود من با سازم حرف بزنم. بهرام گودرزی که افتخار دوستشو بیش از نیم قرن دارم اینجاست، دوست خوش آقا و شاعر بسیار خوب. خب هر صورت میگه بس آفاق را گردیدم، مهر بوتان سنجیدم، بس خوبرویان دیدم. حالا اما تو چیز دیگری، وطن چیز دیگری است. ببینید این مقدمه را از این جهت عرض کردم که شاید جز محدود کسایی باشم که تمام دنیا را داشتم، یعنی هیچ جایی از این دنیا، چه دریایی، چه هوایی، چه زمینی، اون جایی که میشد همه زمینی، دریایی. حالا چرا؟ به دلیل، به دو دلیل. یکی به دلیل کار هنری که داشتم، میبخشید از دار. یکی هم به دلیل عشقی که به جهانگردی از بچگی داشتم، به خاطری که عاشق آثار ژول ورن بودم. ملاحظه فرمایید که چطور میشه که چه موقعیت‌های خوبی پیش میاد، چه در اروپا، امریکا، استرالیا، انگلیس، نه همه جا، بعد از دو هفته که من از وطن دور میشم دلم برای اون نونسنگکی گاهی سوسکم توش پیدا میشه تنگ میشه. از قدیما پیدا میشه، حالا نمیشه. هر سبب خدمتون که هویت ملی ما دست بیرم، مثلا دارم شور، دستگاه شور یاد ما یه افشاری میزنن، یکی همونجا رد میشه بونجور نموسیو، اصلا نمیخونه، اصلا حس نه تنها ساز دارم از دست میدم، خیلی چیزا ما از دست میدم، نمیتونم، نمیشه. وقتی که هومن ظریف، این دوست عزیز ما که زندگیشو گذاشته روی این کار، بعضی ها با هنرشون، با فعالیتشون، کاراشون زندگی می‌کنن و ایشون جزء اون معدود کسایی است که واقعا زندگیش تو این راه گذاشته. این پیشنهاد داد که همچین که اصلا اینقدر احساساتی شدم، گفتم که پس اگه سانسوری نداره بذار یه تیکه مقدمه با ساز بنوازم و بعدم چند کلام صحبت کنم. هیچ صحبت منم خودشون میدونن پیش ساخته نبود، اصلا قرار نبود صحبت کنم، قرار بود که ساز بنوازم، که به ذهنم رسید چند کلام گفتم. دوست عزیز، ما وقتی از ایران میریم بیرون اولین سوالی که از ما میشه این نیست که دینتون چیه، آیینتون چیه، میگن کجایی هستید. پس همیشه هویت ما به وطنمون هم هست.